درود به همه دوستانم، امیدوارم هر جایی از این کره خاکی هستید تنتون سالم، لبتون خندون و جیباتون پر از پول باشه. موضوع امروزمون در مورد نمازه. امروز میخواییم بدون تعصب در مورد فواید نماز روی جسم و بدن یه مقدار توضیح بدیم و فقط جنبه سلامتیشو میخواییم بررسی کنیم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. نکات بسیار جالبی میخوام براتون بگم. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فواید نماز بارها و بارها در علم ثابت شده و دانشمندان زیادی در دنیا ثابت کردند که نماز هم بر سلامت جسم و هم بر سلامت روان افراد تأثیر میذاره. اول از همه میخوایم بپردازیم به تأثیراتی که نماز بر سلامت جسم میذاره. مورد اول، فواید ایستادن در اقامه نماز. حالت تعادلی بدن و قسمت مرکزی مخچه که مسئول کنترل حرکات و اعمال ارادی بدنه با ایستادن در نماز تقویت میشه و زمانی که چشمها در حین نماز خیره و ثابت به یک نقطه میمانند، نواقصی همچون نزدیک بینی رفع و بهبود پیدا میکنه. همچنین آرامش فکری متعادل با تمرکز در نماز جریان پیدا میکنه. مورد دوم، فواید رکوع در نماز. ماهیچه های شکم، دست ها، ران ها، ماهیچه ستون مهره ها، گردن و ساق پا با رکوع کردن تقویت میشه و همچنین با حفظ دستگاه گوارش مانع بی اشتهایی و سوء هاضمه میشه. مورد سوم، فواید سجده در نماز. مشکلات ستون فقرات، گردن و کمر در بروز دیسک بسیار دخیلن. بنابراین سجده باعث تقویت مهره‌های گردن میشه و در درمان دیسک و مشکلات ذکر شده مؤثره. همچنین با سجده کردن جریان خون مغز افزایش پیدا میکنه که این پروسه باعث بالا رفتن قدرت درک، فهم، آرامش، همچنین زیبایی و تراوت میشه. مورد بعدی، فواید نشستن در نماز. نشستن در حین نماز منجر به تقویت عضلات رانها و پاها میشه و به نفخ معده و روده، همچنین به بهبود فتح کمک شایانی میکنه. مورد بعدی، ارتباط بارهای الکتریکی و میدان مغناطیس با نماز. نکته جالبی که در بسیاری از احادیث نقل شده اینه که آب وضو رو از دست و صورت نباید خوش کرد، چرا که از نظر پزشکی بدن خود به خود در مقابل احساس سرما حرارت خودشو بالا میبره تا بخشای خیس رو خوش کنه. همین تحریک ها منجر به باز شدن منافذ و ورود اکسیژن به عضلات زیرپوستی و بافتا میشه که در نهایت نشاط و شادابی رو به دنبال داره. تحریکات الکتریکی و مغناطیسی بارهای الکتریکی زائد در اطراف ما همانند نیروهای برق، تلویزیون، موبایل و سشوار تأثیر زیادی بر امواج مغزی می‌گذارند و این آثار در نواحی که بیشترین تحریکات عصبی را دارند خطرات جدی را می‌تونه به وجود بیاره. این نواحی دقیقاً اعضای از جمله صورت، سر، مچ دست، دست و پاها هستن که در وضو شسته میشن. بهترین و بیخطرترین روش برای دفع این امواج زائد آب هستش. پس با وضو گرفتن میتونید باعث انتقال بارهای الکتریکی ساکن از بدنتون به اطراف بشین. طبق تحقیقات انجام شده توسط پروفسور لای نشون میده که دی ان ای سلولهای مغزی در اثر امواج مغناطیسی خارجی آسیب زیادی میبینن. از طرفی در طول شبانه روز مغز با میدانهای مغناطیسی بیرونی ناشی از نیروگاه‌ها، امواج و از سمت دیگر میدان زمین مواجه میشه که شدیداً آسیب‌زا هستن. بنابراین زمانی که انسان رو به قبله نماز میخونه، به هنگام سجده میدان مغناطیسی زمین و بدن بر هم منطبق میشن و همانند رسانا منجر به دفع مواد الکتریسیته از سر به زمین میشه. بریم که فواید نماز رو بر سلامت روان بررسی کنیم.
مورد اول، درمان افسردگی و استراب با خوندن نماز. جالب بدونید مرحله REM خواب افرادی که افسردگی و استراب دارند نسبت به افراد عادی بیشتره، یعنی در این مرحله زمان بیشتری سپری میکنن. این اتفاق باعث میشه خوابهای پریشان و آشفتهی ببینن. این افزایش مرحله خواب REM در ساعات نزدیک به صبح اتفاق میفته. از این رو بیدار شدن برای خواندن نماز صبح مانع ورود فرد به مرحله REM میشه. به همین دلیل موجب کوتاه شدن زمان آن و درمان اضطراب و افسردگی میشه. ناگفته نمونه، کاهش مرحله REM خواب با درمانهای داروی رایج ضد افسردگی قابل حله که این اتفاق با نماز خوندنم میسر میشه. مورد دوم، تأثیر نماز بر کاهش فشارهای عصبی، استرس و افزایش نشاط و شادابی. سحرخیز بودن و بیدار شدن در ساعات سحرگاهی برای نماز صبح موجب افزایش هورمون کورتیزول میشه. حالت سرمستی و شادی رو به فرد انتقال میده که این اتفاق در زندگی روزمره نمازگزار بسیار تاثیرگذاره و در نهایت بدن رو در برابر فشارهای روحی و روانی مقاوم میکنه. این موضوع در مضامین عرفانی با عنوان اسرار سحر ذکر شده. مورد بعدی، ترشح هورمون ملاتونین با بیداری برای نماز شب. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دکتر اشامی، پزشک مصری، هیچ دارویی برای ترشح ملاتونین در شب و سحر نیاز نیست به جز انجام دعا و نیایش و دور شدن از معصیت ها، چرا که آرامش روحی و روانی رو به دنبال داره و در نتیجه روی سلامت جسم و روان تأثیرات مثبتی داره. 5 تا 9 صبح بیشترین حالت اورژانسی بیماری قلبی اتفاق میفته که با بیدار شدن برای نماز صبح و ترشح حد اکثری ملاتونین از عوارض قلبی جلوگیری میشه. جالبه بدونید ترشح ملاتونین در پیشگیری از سرطان‌های سینه و پروستات نقش بسزایی داره. بنابراین با بیداری برای نماز صبح و افزایش هورمون ملاتونین با اثرات رادیکال‌های آزاد مقابله شده و از مشکلاتی همچون سرطان‌های سینه و پروستات، آلزایمر، پارکینسون و پیری زودرس جلوگیری میشه. با افزایش هورمون ملاتونین سلول‌های مغز، قدرت فکر و اندیشه حفظ میشه و توان گلبول‌های سفید در برابر تنگی عروق و کلسترول و مکانیسم دفاعی بدن افزایش میابه. همچنین ترشح هورمون ملاتونین با بیدار شدن برای نماز شب و صبحگاهی منجر به حفظ سلول‌های چشم شده و عدسی یا کپسول چشم را از کدر شدن باز می‌داره. با افزایش ترشح هورمون ملاتونین در نماز صبح، ترشح آندروفین‌ها نیز که مسئول ریلکسیشن بدن و تنظیم خواب هستن افزایش می‌یابه. از نظر علم پزشکی تأثیرات شگرف درمانی گاز اوزون و اثرات مفید درمانی اون در زمان طلوع خورشید بر قلب و عروق، ریه و پوست و غیره ثابت شده و این مفیدترین خاصیت بیداری و عبادت در بین طلوعین است، چرا که این گاز از سطوح بالای آسمان در زمان طلوع خورشید به زمین می آید. مورد بعدی، رابطه نماز خواندن با کاهش خشم. همونطور که میدونید پرستش خداوند اصلی ترین هدف عبادت یا نمازه و هر عقل سلیمی به این واقفه که با خشونت و خشم نمیتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین پیش از این که کسی اقدام به نماز خوندن کنه بایستی تدارکات و تدابیری برای از بین بردن قضا با خشونت ذهن و دل خودش انجام بده. مورد بعدی، افزایش مثبت اندیشی با نماز. اکثر افرادی که مدام در حال نیایش و راز و نیاز با اصول صحیح هستند به نوعی هدفمندتر از دیگر افرادند، چرا که این احساس به آنها اجازه خوشبینی و مثبت اندیشی میده. در نتیجه این افراد دنیا را از دید مثبتی می نگرند.
مورد بعدی، افزایش پشتکار با نماز خواندن. یک مسلمان خوب و واقعی بدون شک نمیتونه یه انسان تنبلی باشه، چرا که 5 وعده نماز واجب روزانه رو که هر وعده رکعت‌های خاص خودشو داره پشتکار و همت بالایی میطلبه. مورد بعدی، تمرین مراقبه فردی و شخصی با نماز. بهترین راه ممکن برای تمرین مراقبه فردی نماز خوندنه، چرا که ممکنه در طول گذر زمان توجهتون به این جلب بشه که غرق در اندیشه و تفکر برای تغییر و تبدیل شدن به انسانی بهتر هستید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، توی کامنت ها حتما سوالاتتون رو بپرسین. اگه دنبال سلامتی یا ارتقای سلامتی میگردید و هنوز عضو چنل من نشدید، روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید و روی قسمت آل قرار بدید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار شما.